سلام، های چطورین؟ امروز با هم میخوایم لپتاپ لنوو آیدیاپد 5 مدل 15 ITL 05 رو با هم آنباکس کنیم و بررسی کنیم. من احسان هستم و اینجا ویجاردو و خیلی خوشحال میشم قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو ببینین کانال ما رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، یه توضیحی در مورد این جایی که الان هستیم بهتون بدم. اینجا قرار استودیو جدید ما بشه و قرار اینجا رو نقاشی کنیم، دوباره رنگ کنیم. این پشت رو قرار کاغذ دیواری بزنیم، کاغذ دیواری آبی رنگ بزنیم و تبدیلش کنیم به استودیو خفن. و موقتا داریم اینجا ضبط میکنیم با این شرایط و به همین خاطر اگر کیفیت صدا و کیفیت تصویر مناسب نیستش، صدا اکو داره در حال حاضر، این به خاطر اونه، چون الان همه وسایل اینجا رو جمع کردیم که دوباره رنگکاریش کنیم، نقاشیش کنیم، کاغذ دیواری بزنیم و صدا به خاطر همین یکم شاید اکو داشته باشه و به خاطر این ازتون معذرت میخوام. توی این ویدیو میخوام لپتاپ لنوو آیدیاپد 5 15 ITL 05 رو با هم آنباکس کنیم و یه بررسی کلی بکنیم. این لپتاپ توی بازار ایران و الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و شهریور ماه سال 1400 هستش، قیمتش حدود 20 میلیون تومانه، بین 19 خورده ای تا 22 میلیون تومان. و این تفاوت قیمت به خاطر پنل صفحه نمایششون هستش. بعضی از این لپتاپ ها پنل صفحه نمایششون TN، بعضیش IPS. البته من توی کامنت های مربوط به این کالا توی سایت دیجی کالا میخوندم مربوط به تفاوت ها توی یک سری فیچر ها و ویژگی های جزئی، مثل اینکه بکلایت دارن، نور پس زمینه کیبورد دارن یا نه، مثل ویژگی های جزئی. ولی خب اون تفاوت قیمتش به نظرم بیشتر به خاطر تفاوت نوع صفحه نمایش هستش. قاعدتا صفحه نمایش های IPS قیمت بالاتری دارن و این لپتاپی که ما گرفتیم صفحه نمایشش IPSه. خب من یه بار این لپتاپ رو از سایت دیجیکالا گرفتم و توی توضیحات مربوط به اون کالا نوشته بود نوع لپتاپ و نوع پنل صفحه نمایشش از نوع IPS هستش، در حالی که لپتاپی که برای من ارسال شد از نوع TN بود. به خاطر همین اون رو مرجوع کردم و این رو از بازار گرفتم و این دومین لپتاپ با این مدل هستش که من گرفتم و امروز میخوایم این رو با هم آنباکس کنیم. خب بریم سراغ مشخصاتش. این لپتاپ یه دونه CPU Core i5 نسل 11 داره که با توجه به قیمتش به نظر من یه پردازنده خوبی هستش برای این لپتاپ. یه رم 8 گیگابایتی DDR4 داره. برای گرافیکش یه دونه گرافیک NVIDIA GeForce MX 450 2 گیگابایتی داره که به نظرم باز برای یه لپتاپ با کاربری خونگی و کاربری اداری خوبه. برای حافظه جانبیش یه دونه SSD 512 گیگابایتی M2 داره و صفحه نمایشش یه صفحه نمایش 15.6 اینچی فولشی هستش که به نظرم با توجه به قیمتی که این لپتاپ داره یه مشخصات مناسبی داره و میتونه پاسخگوی کارهای اداری و کارهای خونگی باشه. خب این از مشخصات این لپتاپ، بریم سراغ آنباکسش. بچه ها من گفتم دوباره در کنار آنباکس این لپتاپ در کنارتون باشم و با هم یک سری از ویژگی ها و فیچر هاش رو بررسی کنیم. خب بریم سراغ جعبه گشاییش، ببینیم چه اقلام همراه این لپتاپ هستش. اولین کالایی که همراه این لپتاپ هستش آداپتور برقشه. بعد میرسیم سراغ کارت گارانتی، یه دونه کارت گارانتی همراهش هستش. فکر کنم اگر اشتباه نکنم 18 ماه گارانتی داشت این لپتاپی که ما خریدیم. این هم کابل برقشه، از این کابل های ستاییه که باید برش مبدل بگیریم، مبدل 3:2 بگیریم که بتونیم ازش استفاده کنیم. خب بریم سراغ خود لپتاپه و لپتاپ رو از جعبه بیرون بیاریم، ببینیم دیزاین و طراحی چجوری هستش. بچه‌ها یکی از ویژگی های خوبی که این لپتاپ داشت به نظرم وزنش هستش. وزنش خیلی خیلی کمه، 1.6 کیلوگرم هستش و این امکان رو به ما میده که خیلی راحت حملش کنیم. خب یه سری از اقلام همراه هم روی لپتاپ هستن. خب یه دونه کابل ساتای اضافی داریم. این کابل ساتا برای این هستش که اگر خواستین یک روزی یک هارد دیسک دیگه به لپتاپ اضافه کنین، بتونین با استفاده از این کابل اون هارد دیسک رو به لپتاپتون وصل کنین. بعد دفترچه راهنما و این استیکر ایناست. لپتاپ توی مرحله اول نگاه من به نظرم دیزاین خیلی خیلی خوشگلی داره، خیلی خیلی طراحی مناسبی داره، به روز هستش و کلاسیک هستش. جنس بدنش پلاستیک فشرده هستش و فلزی نیستش، ولی واقعا کیفیت متریالش عالی هستش. کیبورد و تاچ پد مناسبی داره. کیبوردش
به نظرم دکمه هاش اندازه خوبی دارن، به جز دکمه بالا و پایین، دکمه های جهت بالا و پایین، بقیه دکمه ها به نظرم اندازه مناسبی دارن. تاچ پدش هم تاچ پد بزرگی هستش و به نظرم کارایی خوبی داره. یکی از ویژگی های جالب و عالی که لپتاپ داره به نظرم حسگر اثر انگشتش هستش و با اثر انگشت شخص خود شما این لپتاپ روشن میشه و نیازی به رم گذاشتن اینا نیستش و به نظرم این یکی از ویژگی ها و فیچرهای عالی هستش که این لپتاپ داره و این لپتاپ رو از لپتاپ های نسل قبل متمایز میکنه. خب بعد از آنباکس و بررسی قطعات لپتاپ بریم سراغ نصب ویندوز روی این لپتاپ. در طول نصب ویندوز برای این لپتاپ من با یه سری مشکلات برخوردم که این ویدیوهایی که الان براتون نمایش داده میشن اون شبیه هستن که من با این مشکل برخوردم و الان بیشتر شرح میدم اون مشکل چی بود. خب آقا من حدود الان 2 یا 3 ساعته که دارم تلاش میکنم که ویندوز بزنم روی این لپتاپ و نشد و ارور داره میده. ارورش چیه؟ ارورش اینه که حافظه جانبی رو نمیشناسه هستن، اون SSD که روی این لپتاپ هست نمیشناسه هستن. برای من جالبه، یعنی چی هستن SSD رو نمیشناسه؟ شاید اصلا نذاشتن روش یه حافظه جانبی. من توی دیجی کالام دیدم، توی اینترنت هم دیدم خیلی این مشکل رو داشتن، اینکه وقتی که دارن ویندوز نصب میکنن یه ارور خاصی میده، میگه که the media driver is missing، اون حافظه جانبی مورد نیاز برای نصب ویندوز نمیتونه پیدا کنه. یه سری روش هم ارائه داده بودم، بعضی هم به نتیجه رسیده بودم با این روش ها، ولی من هر چقدر امتحان کردم و هر چقدر سعی کردم متاسفانه نتونستم نصب کنم. حالا شاید من نتونستم نصب کنم و شایدم واقعا لپتاپ مشکل داره، نمیدونم این را. و خب همچون گفتم نتونستم روش ویندوز نصب کنم و نمیدونم الان چی کار باید باش بکنم. فردا میبرم میرم به یکی از دوستام که اونم امتحان کنم ببینه که میشه روش ویندوز نصب کرد یا نمیشه. شاید این لپتاپ یکی از بدترین مدل هایی باشه که میتونیم بخریم. و الان 4 صبح خوابم میاد، مثل 5 ساعت خوابیدم دیشب، بچونم خوابم میاد اعصابم خورده که نخوابیدم اینو آنباکس کنم ویدیوشو بگیرم، اینم که اینجوری شد. بچه این لپتاپ جدید و لپتاپ هایی که CPU نسل 11 دارن و از حافظه جانبی SSD استفاده میکنن، من 2 مدلشون رو که خودم ویندوز نصب کردم روشون با همین مشکل برخوردم. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که در هنگام نصب ویندوز روی این لپتاپ ها برای اولین بار معمولاً حافظه جانبی SSD رو شناسایی نمی کرد و می نوشت که هیچ حافظه جانبی برای نصب ویندوز وجود نداره. این مشکل هم مشکل تنها من نبود، توی اینترنت گشتم، توی کامنت های دیجیکالام خوندم، این مشکل رو انگار بعضیا باش مواجه هستم. یه مشکلی هستش که احتمالاً راهکارهای مختلفی داشته باشه، توی حالتهای مختلف، توی سریهای مختلف لپتاپ ها حالت‌های مختلفی داشته باشه، تنها محدود به لپتاپ‌های لنوو نیستش. من 2 تا لپتاپ بررسی کردم، یکی لنوو یکی ایسوس، هر دوتاشون این مشکل رو داشتن. البته من فرداش رفتم سراغ یکی از رفیقام و اون قبلا کار کرده بود با این مشکل برخورده بود و تونستیم با هم این مشکل رو حل کنیم. ولی اگر به صورت خلاصه بهتون بگم 2 تا راهکار کلی توی اینترنت مطرح شده و این 2 تا راهکار معمولا کار می‌کنن. اگه به این مشکل برخوردیم و هنگام نصب ویندوز روی لپتاپ هایی که CPU نسل 11 دارن و SSD روشون نصبه و هنگام نصب ویندوز SSD رو شناسایی نمی کنه، اگه با این مشکل برخوردین 2 تا راهکار وجود داره. راهکار اول که راهکار ساده تری هستش اینه که باید برین توی بایوس سیستمتون و VMD رو خاموش کنین. یک تکنولوژی هستش VMD که این رو باید خاموش کنین. این یک راهکارش هستش که توی بعضی از موارد این جواب میده. راهکار دومش یکم سخته. راهکار دومش اینه که باید برین سایت لپتاپه، از اون سایت درایور SSD رو دانلود کنیم، درایور IRST یا Intel Rapid Storage Technology رو دانلود کنیم و این درایور رو اکسترکت کنیم، از حالت فشرده در بیاریم
بزنین روی یک فلش دیگه و در هنگام نصب ویندوز اون فلش هم وصل کنین به لپتاپتون و از گزینه براوز در هنگام نصب ویندوز بگردین، فایلش رو اجرا کنین و نصب کنین. البته یک فرآیند خیلی پیچیده ای داره، من خواستم خیلی سریع این فرآیند رو بهتون بگم، ولی فکر کنم این مشکل توی نصب ویندوز 10 وجود داشته باشه و این لپتاپ ها جوری توسعه داده شدن که با نصب ویندوز 11 مشکلی نداشته باشم. من فکر میکنم که توی نصب ویندوز 11 این مشکل احتمالاً به وجود نیاد. در حالت کلی اگر بخوام بگم، این لپتاپ خوبی بود و با بودجه 20 میلیون تومان یکی از لپتاپ های خیلی خوبی هستش که میتونیم بخرین و در یک کلام بخوام بهتون بگم، اگر میخواین بخرین مطمئن باشین که یه نفر هستش که ویندوز براتون میزنه، یک نفر خیلی خیلی وارد هستش که بتونه براتون ویندوز رو نصب کنه، ولی به جز این مورد به نظرم یکی از لپتاپ های عالی این رده قیمتی هستش. مرسی که تا اینجا این ویدیو هم همراه من بودین. دیگه حس و حال اینو ندارن که با انرژی تمومش کنیم و تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ. بچه‌ها بازم دمتون گرم، سابسکرایب کانال یادتون نره. مرسی که همراه ما بودید. تا یه ویدیو دیگه فعلا بدرود.